Republic has postponed the execution of three young men unjustly convicted for participating in the protests of November 2019. 11 million tweets with the hashtag Edom Nakonid means don't execute. Petition signed by 250,000 people. The widespread international media coverage of these protests. The reaction of some Western governments and the protests that took place in various countries during the past few days. Finally, the judiciary of the Islamic Republic allowed the lawyer. خدمت همه عزیزان، غلام هستم. ما امروز 28 جولای یا 28 یولی به دعوت حزب کمونیست کارگری ایران در شهر یوتبری جمع شدیم برای پشتیبانی از کارگران نیشکر هفت‌تپه که ماهاست حقوق اونا را پرداخت نکردن و دولت به جایی که حقوق کارگران و کارکنانش را بده تمام سرمایه های مملکت و خرج کارهای تروریستی در کشورهای همسایه انجام میده. ما به پشتیبانی از کارگران نیشکر هفت‌تپه میخواییم صدای اونها باشیم و صدای اونها را به گوش جهانیان برسونیم. امروز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 43 روز اعتصاب این کارگران است و تا کنون هیچ مسئولی حاضر نشده پاسخگو باشه و حقوق محققه اینا حدود 3 ماه است که بچه هاشون هم مدرسه نرفتن و بچه ها هم در کنار خانواده هاشون هم در کنار کارگرها قرار گرفتن. ما از همه کسانی که صدای ما رو میشنوند توقع داریم، انتظار داریم که صدای کارگران هفت‌تپه باشن. همچنین خواستار همه آزادی زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده، وکیل پایه یک دادگستری که 38 سال زندانی گرفته، آتنا دائمی، زندانی سیاسی، نرگس محمدی و همه زندانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند و بعضی هاشون شاید در انتظار اعدام هستند و در انتظار زندانهای طویل المدت میخواییم که هرچی سریعتر این زندانی ها را آزاد کنند. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد برابر. هم علیه مجازات اعدام و هم در دفاع از حق طلبی کارگران هفت‌تپه. کارگران هفت‌تپه این 43 روزی هست که در اعتصاب هستن بدون اینکه جمهوری اسلامی کوچکترین خواسته های اونا رو جواب داده باشه و بدون اینکه رسیدگی بکنه به خواسته هاشون. کارگرانی که دونه دونه زندانیشون کردن، اخراجشون کردن، شکنجهشون کردن و زندگیشون رو به گرو گرفتن. کارگرانی که هر کدوم خانواده دارن، بچه دارن، به امکانات رفتن به مدرسه و دانشگاه مثل همه مردم دنیا نیاز دارن، نیاز به رفاه، به امکانات، به خوشبختی، به تحصیل در سطح بالا. کارگران در ایران اجازه تحسن و اعتصاب و تشکل و مبارزه ندارن. کارگر حق
سازمان کارگری در ایران نداری، حق تشکل و اعتصاب نداری. کارگر حق داره تشکل داشته باشه، کارگر حق داره حقشو بخواه، حقوقشو بخواه. کارگران، بخشی از کارگران هفت‌تپه چند ماه از حقوق نگرفتند. من نمیدونم کارگری که امروز 4 ماه از حقوقش نگرفته، اگر فرض کنین 5 نفر، یه خانواده 5 نفری هست، من نمیدونم اینا چگونه زندگی میکنن، بچه هاشون چگونه مدرسه میرن، اینا مکانات رو از کجا میارن و چی کار میکنن، غذاشون رو از کجا میارن، از چی تأمین میکنن و چرا اینجوریه و چرا جامعه رو تبدیل کردن به جهنم علیه کارگرا، علیه مردم. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا نباید همین یک قلم حکم اعدام باعث بشه این رژیم رو از بیخوبن، از ریشه در بیارن؟ ما باید این کار رو بکنیم. مردم ایران پا در مبارزه گذاشتن، به عقب بر نمیگردن، فقط باید جلو بریم. راه بازگشت وجود نداره. ما باید جلو بریم، این رژیم رو بیندازیم. دنیا با ما در سطح بین المللی، جمهوری اسلامی به شدت در انزوای سیاسی قرار داره. در سطح داخلی که تا بناگوششون غرقن در دوستی، چپاول و زندگی مردم، به تاراج بردن دسترنج مردم، دوستی های کلام. این سال هاست جمهوری اسلامی با این دوستی ها، با این چپاول و با این سرکوبگری تداعی میشه و در سطح دنیا به عنوان یک رژیم سرکوبگر، یک رژیمی که اگر یک ماه مجازات اعدام نداشته باشه، فکر میکنه پایه هاش به لرزه در میاد. اعدام یک حربه فقط برای ترس و وحشت در دل مردم، ایجاد وحشت در دل جامعه، و این که بتونه بزنه، بکشه و خون بپاشه به مبارزه مردم تا اینکه خودش بتونه 4 روز دیگه بیشتر عمر بکنه. ما با همچین رژیمی روبرو هستیم. تنها راه ما ایستادن، مبارزه و در دفاع از خواسته های واقعی امروز مردم و برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. نیتیل آورتنی، نیتیل آورتنی، نیتیل آورتنی. هزار کارگر اعتصابی هفت‌تپه از شما حمایت می‌خواهند. 44 روز است که 5000 کارگر نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب و اعتراض به سر می‌برند. خواست این کارگران چیست؟ پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده، خلعیت از مدیران بخش خصوصی که شرکت را به ورشکستگی و بحران کشاندند و بازگشت به کار همکاران اخراجیشان که به خاطر اعتراض به حق کارگری اخراج شده و با مشکلات زیادی مواجه شدند و خواستهای حق طلبانه دیگر. اسماعیل بخشی یکی از کارگران اخراجی این شرکت است که صدای کارگران هفت‌تپه بوده است و با صدای رسا اعلام کرد که حاضر است با هر کدام از مقامات حکومت در مورد خواستهای کارگران مناظره کند. جمهوری اسلامی او را دستگیر کرد، شکنجه کرد و به او حکم 14 سال زندان داد. زیر فشار اعتراضات اجتماعی مجبور شدند این احکام را پس بگیرند و اسماعیل بخشی خوشبختانه آزاد شد، اما از کار اخراجش کردند. 4 کارگر دیگر نیز به دلایلی مشابه اخراج شدند.
هفته قبل 4 نفر از نمایندگان کارگران را نیز دستگیر کردند، اما با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد پاسخ گرفتند و مجبور شدند که آزادشان کنند. این رفتار حکومت با کارگران معترضی است که میگویند حقوق این حداقل حقوق ما را بالا نکشید. شرکتی را که تولید داشته و در حال کار بوده و 5000 کارگر در آن کار میکنند، اکنون به یک عده دزد بخش خصوصی سپرده شده و آنها در حال نقشه کشیدنند که آن را تاراج کرده و ورشکسته کنند و تعطیل نمایند. کارگران میگویند خصوصی سازی شرکت باید متوقف شود، چون زندگی هزاران کارگر را دارند برباد میدهند. 44 روز است که کارگران برای این خواستها در حال اعتصاب و راهپیمایی و تجمع و سخنرانی هستند. هفت تپه سمبل کشوری به نام ایران است که یک عده چپاولگر و جنایتکار بر آن حکومت میکنند و ده ها میلیون نفر را به فقر و فلاکت کشاندند. و با اینکه با اعتصاب و اعتراض و مبارزه هر روزه بخش‌های مختلف مردم جلوی دزدان و حکومتشان ایستادند، با این حال مردم در برابر این حکومت ایستادگی می‌کنند. کارگران، معلمان، زنان، جوانان، بازنشستگان و کارمندان، یعنی اکثریت عظیم مردم میخواهند که از شر فقر و محرومیت و سرکوب و بی‌حقوقی و حکومت مذهبی خلاص شوند و مصممند به این وضعیت پایان داده و همه مردم شریف دنیا را به همراهی و همبستگی فرا میخوانند. از آنها حمایت کنید. ما همه شما مخالفان جمهوری اسلامی و همه مردم شریف و آزاده جهان، همه سازمان‌های کارگری و احزاب و نهادهای پیشرو را فرا می‌خوانیم. از کارگران هفت تپه و از همه کارگران و مردم ایران علیه رژیم خونخوار و جنایتکار و چپاولگر حمایت کنیم. زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه، زنده باد همبستگی با کارگران و مردم ایران، تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران. چه بر وطن ما می‌گذرد، بر مردمی که خون و رگ و ریشه در عدالت خواهی داشته و دارند، مردمی که فشار پای استکبار با شعار وطن دوستی و مردمی بودند و هر روز بیشتر و بیشتر برگردان خود احساس می‌کنند. حکومتی که به بهانه اسلامی بودن تک به تک جوانان ایران را به دار آویخت و زندانیان سیاسی که خدا می‌داند در زندان‌ها به خاطر حق‌طلبی چه بر آنها و خانواده‌هایشان می‌گذرد. دستای زحمتکش کارگرانی که به جای آباد کردن وطن گره شدند و برای مطالبات اولیه خود اعتراض می کنند، اما کو گوش شنوا؟ مردم رنج دیده که حق مسلم خود را از مسئولینی می خواهند که هدفی جز حفظ نظام سلطه طلب و استبداد ندارند و همه چیز را فدای اهداف شوم و منحوس خود می کنند. و خطاب من به تک تک شما سران رژیم تروریسم اسلامی است. این مردم آتش زیر خاکسترند، وای بر آن روز که بسوزانند ریشه تک به تک این ظلم‌ها و ستم‌ها را. زنده باد آزادی. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants, c'est des amateurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papiers. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.